أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما رسید به خطبه دوم نهج البلاغه. این خطبه دوستان خطبه است بسیار مفصل، بیش از 12-13 صفحه، 15 صفحه، که حالا اینجا مرحوم سید رضی در حد یک صفحه مثلا خطبه رو آورده، یعنی قریب 12-13 صفحهش رو حذف کرده، هم از اولش، هم از وسطهاش، هم از آخرش. بله، بخشهای از این خطبه رو مرحوم سید در جاهای دیگه آورده، مثلا در خطبه 120 تیکه‌هایی از همین خطبه رو ایشون اونجا دوباره آورده، در یک دو خطبه دیگه هم قطعاتی از این خطبه رو آورده، ولی خطبه بسیار مفصل، بسیار عجیب. این خطبه پهلو میزنه به خطبه سوم که خطبه شقشقیه باشه، به لحاظ بعضی از مباحث دقیق سیاسی و به لحاظ بعضی از ناگفته ها و رنجنامه های امیرالمومنین علیه السلام که تون خطبه مفصل اومده. اینجا علاوه بر مباحث توحیدی که حدود 3-4 صفحه راجع به توحید حضرت صحبت کرده و خداشناسی که به زیباترین وجهی این معارف ناب رو تو این خطبه حضرت بیان فرموده، بحثی تحت عنوان رسالت پیامبر و تصویری از جامعه جاهلی ارائه فرموده که باز در نوع خودش بی نظیره، که تربیت چه کار میکنه، از چه جامعه ای پیامبر چه جامعه ای ساخت. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم که اگه از ما بپرسن که بزرگترین معجزه پیامبر چی بود، ما شق القمر رو نمیگیم، نمیدونم سایر معجزات رو نمیگیم، میگیم بزرگترین معجزه پیامبر این بود که از اون جامعه بدوی وحشی و دور از تمدن، اون تمدن بی‌نظیر رو ساخت، اون انسان‌های تربیت شده رو تحویل داد. به نظر ما این معجزه پیامبر از همه معجزات پیامبر بزرگتر است. خب اینجا حضرت یک تصویر دقیقی از اون جامعه رو ارائه فرموده، بعد هم رفته پرداخته به معرفی اهل بیت که باز در نوع خودش بی نظیره. حرفای ناگفته فراوانی توی این خطبه وجود داره، راجع به حق خودش، بحث قدیر خم و ده ها جای دیگه که پیامبر او رو معرفی کرد اینجا ذکر کرده. این خطبه هم بعد از جنگ صفین بوده، بعد از صفین و اون اتفاقاتی که افتاد و بحث حکمیت و کوتاهی یاران حضرت و که حالا یکی از چیزهایی که میشه از این خطبه فهمید اون حال و هوا و روحیات سربازان حضرته، که حضرت با چه افرادی با درگیر بوده و میجنگیده. کسانی که تو جنگ صفین اون علمشنگه رو به پا کردند. و در همین خطبه که حضرت رو میکنه به اهل بیتش و شیعیان خاصش، میفرماید که شما میخواید که من اونچه که تحریف هایی که رخ داده حکام بعد از پیامبر، سنت پیامبر رو تحریف کردن، منحرف کردن، شما میخواید که من اونها رو برگردونم. بعد خود حضرت حدود 27-30 مورد رو ذکر میکنه، میگه مگه من میتونستم اینها رو تغییر بدم؟ من میتونستم مقام ابراهیم رو برگردونم سر جای اولش؟ من میتونستم مسح بر خفین رو قدغن کنم؟ من میتونستم جهر بسم الله رو الزامی بکنم؟ من میتونستم متعتین رو دوباره حلال بکنم؟ من میتونستم خمس رو برگردونم به اهل بیت؟ من میتونستم فدک رو برگردونم به وراث زهرا و به فرزندان زهرا؟ 27-28 مورد، قریب 30 مورد رو حضرت اینجا بیان میکنه. بعد میفرماید کی من میتونستم این کار رو بکنم؟ اگه این کارو میکردم خود سربازانم بر علیه من قیام میکردن. بعد خود حضرت یک نمونه رو ذکر میکنه، میگه به من گفتن که برای نمازهای مستحب به ماه مبارک رمضان اومدن پیش من، گفتم که ماه رمضان نماز مستحب رو بدعت حرامه که بخواید به جماعت بخونید، فقط نمازهای واجب رو میتونید به جماعت بخونید. به من خبر دادن که تو سربازانم دارن شعار میدن. میگم وای سنت عمر از بین رفت، من دیدم داره انقلاب میشه بر علیه من از درون سربازان خودم، یعنی خود سربازان من دارن بر علیه من قیام میکنن، انقلاب میکنن. من کی میتونستم اینها رو تغییر بدم؟ اگه تغییر میدادم هیچی نمیموند،
یک رنجنامه به تمام معنا در این خطبه ذکر شده که ما چون بنامون بر شرح نهج البلاغه هست و میخواییم که نهج البلاغه فهمیده بشه، اون مطالب رو دیگه ازش صرف نظر میکنیم، وگرنه اونها خواندنی است واقعا و توضیح دادنی است، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ عقاید و کلام، هم به لحاظ تربیت و اخلاق واقعا خواندنی است. منتها چون برای ما برای اینه که در چارچوب نهج البلاغه حرکت بکنیم، همین گزارش کوتاهی که خدمتتون گفتم از اون خطبه همین کافی باشه. اگه دوستان خواستن خودشون به اصل خطبه مراجعه بکنن، در تمام نهج البلاغه و کل خطبه رو ببینن. عرض کردم که دو تا تیکه کوتاهش رو سید در جاهای دیگه آورده، از جمله خطبه 120 بخشی از همین خطبه که سید تقطیع کرده برده اونجا ذکر کرده، اونجا گزارش کرده. به هر حال در معرفی اهل بیت حضرت اونجا داد سخن داده، راجع به خمس مباحث مطرح کرده که برای بنده تازگی داشت، که خب ما خیلی ها میگفتن که خمس از زمان امام صادق به بعد مثلا در عبارات ما هست، در حالی که اینجوری نیست. حالا ما قبلش هم دیده بودیم و بوده، اما یکی از دلایلی که این حرف رو رد میکنه همینه که خود امیرالمومنین علیه السلام مطرح کرده بحث خمس رو، فلسفه خمس رو، آیاتش رو، اصل سنت نبوی رو در این رابطه، اینا رو خود امیرالمومنین مطرح کرده تو همین خطبه، که خود دوستان اونجا مراجعه بکنن و مباحث رو ببینن. عرض کردم بعد از خطبه سوم شاید سیاسی ترین خطبه نهج البلاغه، نه خطبه امیرالمومنین همین باشه، چون تو نهج البلاغه نیومده. سیاسی ترین خطبه امیرالمومنین این خطبه دومه، منتها نه اون چی که در نهج البلاغه اومده، اون چی که نیومده. مطلب بعد این که در این خطبه اول باز مهمترین مبنای تربیت ذکر شده که خداشناسی باشه و خدا محوری باشه، دوم الگوی جامعه تربیت نشده و الگوی جامعه تربیت شده معرفی شده، که ما ببینیم کدوم جامعه با تربیتن، کدام جامعه هنوز تربیت نشدن. هر دو الگو تو این خطبه بیان شده. و سوم معرفی الگوهای تربیت در عالی ترین شکلشون، هم خصوصیاتشون، هم یعنی هم مصداق معرفی شده، هم مفهوم، هم خصوصیات الگوها بیان شده، هم مصداق خارجی الگوهای تربیتی تو این خطبه معرفی شده. بنابراین از این حیث کل خطبه میشه تربیتی، چون مهمترین مبنای تربیت توش هست، بسیاری از اهداف تربیت توش هست، الگوهای جوامع تربیت شده و تربیت ناشده هر دو توی این خطبه هست، و از همه مهمتر این که الگوهای تربیت توی این خطبه معرفی شدن، هم خصوصیاتشون، هم مصادیق خارجیشون. حالا یا امیرالمومنین شما فرمودید که الگوی تربیتی باید این خصوصیات داشته باشه، ما اینو کجا پیداش کنیم؟ میفرماید تو اهل بیت پیامبر. آنچه ما گفتیم مصداق خارجیش اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این هم مقدمه دوم ما راجع به این محتوای خطبه از منظر تربیت. و من خطبت له علیه السلام بعد انصرافی من صفین. راجع به صفین ظاهرا یه بار صحبت کرده بودیم در همون خطبه، در همون نامه 31. باز یادآوری میکنم که صفین نیست، یا صفین نیست که بعضیا خیال کردن صفین یعنی دو تا صف مثلا یا دو تا صف، نه، صفین اسم یک نقطه هست بین شام و عراق و اسم یک منطقه هست کلمه صفین. حضرت بعد از اینکه از جنگ صفین برمیگشت این خطبه رو ایراد فرمود. فراموش نکنید که حال و هوای، یعنی شأن نزول و فضای نزول خطبه رو فراموش نکنید. زمانی بودی که یاران حضرت در حالی که داشتن کاملا پیروز می شدن و یکی از بزرگترین خطرات رو که در مقابل اسلام ایستاده بود و بعدن هم بیشترین لطمات رو به اسلام وارد کرد، بیشترین ضربات رو به حق زد، داشتن ریشه‌کن می‌کردن، یه مرتبه اینها کوتاهی کردن، یه مرتبه اینها گول خوردن. در یه چنین حالات اینها
عقب کشیدن، کاش عقب میکشیدن، کاش میگفتن ما کار نداریم، خودت بدان و خودت، کاش همون حرفی میگفتن که یهودیا به حضرت موسی گفتن. خب اونا گفتن یا موسی اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کاش اینا میگفتن یا امیرالمومنین تو و مالکت برید بجنگید، ما همینجا نشستیم. گفتن نه، اگه برنگرده تو رو میکشیم. شمشیر کشیدن که خود حضرت رو بکشن که چرا مالک داره میجنگه. توی چین حال و هوایی این خطبه صادر شده، بنابراین باید فضای نزول رو دوستان عنایت داشته باشن تا فهم خطبه برامون آسان‌تر باشه. اینجاست که حضرت اون گله های عجیب غریب رو میکنه، اینجاست که حضرت میگه چرا شما از اهل بیت فاصله میگیرید، شما بهتر از اهل بیت کی دارید؟ شما اهل بیت رو کنار میذارید، ابو موسی رو میچسبید، عمرو عاص رو میچسبید. این حال و هوایی که خطبه صادر شده، مهم میشه انسان بتونه معنای خطبه رو خوب بفهمه. و فیها حال الناس قبل البعثه و صفت آل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم صفت قوم آخرین. در این خطبه حال مردم، البته این تو خود چیز سید رضی نداره، این و فیها به بعدش تو اصل نهج البلاغه سید رضی نداره، اینو ظاهرا مرحوم آقای دشتی از صوفی ساله گرفته یا از سید قطب گرفته و اضافه کرده. در این خطبه حال مردم قبل از بعثت، یعنی همون حال جامعه عرض کنم که جاهلی عرب قبل از ظهور اسلام و خصوصیات اهل بیت پیامبر و دیگران رو ذکر کرده. همونطور که عرض کردم اینا تیکه تیکه هایی از اون بحث هاست. احمده استثماما لنعمته، خطبه با این جمله شروع نمیشه، بلکه قبلش الحمدلله هست، خدا رو وصف کرده. عرض کردم بیش از دو صفحه قبل از این مطلب بوده. این احمده استثماما لنعمته ادامه اون هست. حالا که خدا چنین است، من حمد او رو میگویم که اون نعمت خدا رو تمام کرده باشم بر خودم. چون اگر هم گفتیم نعمت زیاد میشه، تمام میشه. اگر هم نگفتیم نعمت از ما گرفته میشه. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر گفتید، اگر سپاس گفتید، اگر هم گفتید، شما رو زیاد میکنیم نه نعمت رو. خودتون سعه پیدا میکنید. لئن شکرتم نه لأزیدن نعمتکم، لأزیدنکم، خودتون رو زیاد میکنیم، خودتون سعی وجودی پیدا میکنید. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میفرماید که خدا رو حمد میگویم. چرا؟ استتماماً، طلب تمام شدن میکنم. استتمام یعنی طلب کردن تمام و کامل. میخوام که نعمت خدا بر من تمام شود، تقاضای اتمام نعمت رو دارم. برای اتمام نعمت خدا رو حمد میگم. اگر میخواد نعمت خدا بر شما تمام بشه، حمد خدا رو بگید، شکر خدا رو بگید. این در واقع درس تربیتیش اینه که یکی از روش های این که انسان خودشو بسازه همینه و دیگران رو بسازه. روحیه سپاسگزاری رو در خودمون ایجاد بکنیم، روحیه سپاسگزاری رو در متربیانمون ایجاد بکنیم. عرض کنم که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این نکته اول. پس من خدا رو حمد میگم. چرا؟ به دنبال تمام شدن نعمت خدا هستم بر خودم. که اگر کسی حمد خدا رو گفت، در واقع نعمت خدا رو بر خودش تمام کرد. نکته دوم این که در همین خطبه داره که حضرت فرمود خداوند به وسیله من نعمتش رو بر شما تمام کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی با معرفی من نعمت خدا بر شما تمام شد. در این حال من که سبب اتمام نعمت خدا بر شما هستم، ولی خودم به دنبال اتمام نعمتم. چی نیست که بگم که خب من که دیگه اصلا نعمت خدا منم،
پس من دیگه نعمت نمیخوام. نه، من از شماها بیشتر نعمت میخوام. هر که بامش بیش، برفش بیشتر. من نسبت به نعمت خدا از شما فقیرترم، در این حال که خودم اصل نعمت خدا هستم. نمیدونم تونستم مطلب رو منتقل کنم یا بله. منی که اتمام نعمت خدا به وسیله من انجام شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، خدا با من نعمت خودشو بر شما تموم کرد. من که متمم نعمت خدا هستم، از همه شما به نعمت خدا نیازمندترم، فقیرترم. اینجاست که رمز اون فرمایش پیامبر بر ما آشکار میشه که پیامبر فرمود الفقر و فخری. این فقر که افتخاره، این فقر الالله که افتخاره، این فقر امیرالمومنین که افتخاره. او که اتمام نعمت خداست، فقیرترین افراد نسبت به نعمت خدا هم هست. این افتخاره، این افتخار بزرگی است. و استسلامن لعزته، طرب تسلیم میکنم در مقابل عزت خدا. عزت معنی شکست ناپذیری است، نفوذ ناپذیری. عزیز یعنی محکم، سلب نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر. استسلام یعنی طلب تسلیم کردن. باب استفعال معنای اصلیش طلب کردنه. در عربی باب استفعال هر جا که اومد معنای اصلیش، البته معنای متابعه هم داره، معانی دیگه هم داره، اونا فرعیه. معنای اصلیش طلب کردنه. استتماماً طلب تمام میکنم، استسلاماً طلب تسلیم میکنم. خب حمد خدا رو میگم. چرا؟ میخوام بگم خدایا من تسلیم عزت تو هستم. من در مقابل عزت تو خودم رو ذلیل میبینم. من برای خودم حسابی باز نمیکنم. در مقابل عزت تو من کسی نیستم. اگر هم عزتی دارم از توست. این آیه که ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، معناش اینه که عزت در درجه اول مال خداست. بعد از خدا به خلیفه خدا میرسد که نزدیکترین افراد به خداست که پیامبر باشه. بعد از او هم به مؤمنین، الاقرب فالاقرب. هر چه انسان به خدا و پیامبر یا به پیامبر و خدا نزدیکتر باشه عزیزتره. هر چه که ایمان انسان بیشتر باشه عزتش بیشتره. این راه عزته، نه پولدار شدن و نمیدونم پستدار شدن و ایلو طایفه دار شدن، حزب دار شدن. نه، راه عزت ایمان به خداست، نزدیکی به خداست. اینجا در واقع هدفی از اهداف تربیت هم روشن میشه. اگر میخواید تربیت بشید باید به خدا نزدیک بشید، چون عزتمندی، سرافرازی، کمال انسان به نزدیکیش به خداست. چرا؟ چون عزت مال خداست. العزتو، الف و لام بر سر اسم جنس در اومده و استقراق رو میرسونه. العزتو لله، جنس عزت، همه عزت مال خداست. هر کس عزت میخواد باید از طریق خدا به دست بیاره. خدایا من تو رو حمد میگم. چرا؟ چون طالب تسلیمم در مقابل عزت تو. در مقابل عزت تو من برای خودم چیزی قائل نیستم. و استعصاماً من معصیته، اسما به معنای نگه داشتن هست، به معنای حفظ کردن هست. اسمت از همین واژه‌ایه، میگیم او معصومه، یعنی خودشو نگه میداره از گناه. میگیم این آب معتصمه، یعنی با ملاقات با نجاست نجس نمیشه، یعنی به حد کر رسیده. اگر آب به حد کر رسید، اگه با نجاست ملاقات کرد نجس نمیشه. عصمه یعنی حفظ شد. استعصاماً طالب حفاظت هستم،
میخوام که حفظ بشم. استعصاما من معصیته، میخوام که از نافرمانی خدا مسئول و محفوظ باشم. پس استعصام از کلمه عصمه بود که به معنای حفظ و نگهداری هست، معصوم از همین هست، عصمت از همین جاست، و معصیت هم که خب هم معصیت گناهه. خدا رو سپاس میگم در حالی که خواهان در پناه ماندن از نافرمانی خدا هستم. شاید نکته تربیتی که تو این جمله باشه اینه که اگر انسان میخواد که از گناه محفوظ بمونه، باز راهش همون توجه به خدا و حمد خداست. اینا داشته باشید، گناهان ما به این برمیگرده که ما برای غیر خدا یک کمال و یک فضیلتی میبینیم. مثلا فرض کنید که چهره ای رو زیبا میبینیم که قابل حمده، در حالی که خب زیبایی مال خداست. به خاطر اون زیبایی که در اون چهره میبینیم، در مقابل اون چهره عنان اختیار از دست میره، مرتکب گناه میشیم. ثروت رو محمود میبینیم. دوستان با بنده باشن، ثروت رو پسندیده میبینیم و برای اینکه به او برسیم مرتکب گناه میشیم. اما اگر غیر خدا هیچ چیز رو محمود ندیدیم، گفتیم الحمدلله، به چهره ای که میرسیم میگیم خب این چهره زیباست، اما خالق این چهره که زیباتره، اصلا این زیبایی که مال خودش نیست، که زیبایی از جای دیگه اومده، پس الحمدلله. به قدرت میرسیم، حالا قدرت مادی غیر مادی، میگیم الحمدلله، قدرت مال خودش که نیست، قدرت محدوده، اون قادری که به این قدرت داده او قادره، پس الحمدلله. ملازم میفرمایید که الحمدلله انسان از گناه حفظ میکنه. من باز نمیدونم تونستم مقصدم رو عرض کنم، یه بار دیگه تکرار میکنم، این الحمدلله خیلی حرف توشه. بله، حضوریش دیگه حضوری قابل نقل و انتقال نیست، علم حضوری قابل نقل و انتقال نیست، فقط خود انسان درک میکنه، فقط حصولیه که میشه انتقالش. تکرار میکنم، این الحمدلله که در سوره مبارکه حمد و جاهای دیگه هست، امام رحمت الله علیه در اون تفسیر سوره هم که کاش اون تفسیر ادامه پیدا میکرد، یادم نیست چه مدت تو این الحمدلله موندن، اما خیلی حرف داشتن تو این الحمدلله. و این الحمدلله رو چون باز اونم الف لام بر سر اسم جنس در اومده دیگه، جنس هم مال خداست، الحمدلله. اینو ما کم نگیریم، اگه انسان این الحمدلله رو واقعا بگه دیگه گناه نمیکنه. چرا؟ چون گناهان وقتی انسان تحلیل میکنه، ببینه به خاطر اینه که برای غیر خدا حمد قائله، چون اون رو کمال میبینه، برای دست یافتن به اون کمال نافرمانی میکنه، ثروت رو کمال میبینه دزدی میکنه، اختلاس میکنه. عرض کنم که زیبایی رو کمال میبینه، عرض کنم که حوزه عصمت و عفت خارج میشه، همینطور. اما اگه انسان حمد رو فقط برای خدا دید، گفت الحمدلله، دیگه بچی برای گناه باقی نمیمونه. پس میفرماید که من میگم الحمدلله استثمامن لنعمته و استعصامن من معصیته، میخوام که از معصیت خدا در پناه بمونم و میدونم که اگر واقعا انسان بتونه حمد خدا رو بگه چنین خواهد شد. احمدهو، چرا؟ استعصامن من معصیته، حمد میگم تا از معصیتش در پناه باشم، حفظ بشم. و استعینهو فاقتن الی کفایته، از خداوند کمک میخوام که فاقتم، یعنی فقر، فاقه یعنی فقر، از بین بره
به میزان کفایت داشته باشم. از خدا کمک میخوام که انقدر به من بده که برام بس باشه، نه کمتر نه بیشتر. از تعینو کمک میخوام از خدا که فاقه از بین بره. تا چه حدی؟ الا حد رو میرسونه، الا کفایته، تا اون میزانی که نیاز دارم، تا اون میزانی که کفایت و بسنده باشه برام. بعد میفرماید که انه لا یذل من هداه. عرض کنم کفایت افراد به حسب خودشونه، هر کس به حسب خودش. یکی ممکنه که کفایتش به این باشه که خونش مثلا 200 متری 300 متری باشه، ماشینش نمیدونم چنین باشه، چم کفایتش به اینه که خونه استیجاری داشته باشه و این دیگه بخش اعظمش عرفی میشه. اما بخشش هم برمیگرده به این که اصلا چه نگاهی به دنیا داشته باشه. یه بار خدمتتون عرض کردم که ما مشکل اصلیمون اینه که نگاهمون به زندگی نگاه واقعی نیست. گرفتاری ما در زندگی به خاطر برج زندگیه، نه به خاطر خرج زندگی. آنچه که حقیقت زندگی است، اون معونه واقعی خیلی کمتر از اون معونه اونچه که در خارج وجود داره هست. این دیگه برمیگرده به نگاه انسان، که انسان زندگی رو چطور نگاه بکنه. بعضیا ممکنه که ثروت زیادی هم داشته باشن، اما چون حریصن فقیرند. همیشه حرص او رو در آتش می‌سوزونه، که غالبا هم اینجوریه. وقتی یک عرض کنم نوسانی در بازار ایجاد میشه، هیچ کارگری سکته نمی‌کنه، هیچ فقیری سکته نمی‌کنه. کیا سکته می‌کنن؟ میلیاردرها، ثروتمندهایی که هیچ اثری براشون نداره. حالا فرض کن مثلا ثروتشون از 5 میلیارد میشه 4 میلیارد. این اتفاق هم نمیفته، ممکنه مثلا 100 میلیون ضرر کنن، به خاطر 100 میلیون ضرر سکته میکنه، گرسنه نمیمونه ها. با این نوسانی که تو بازار ایجاد شده اتفاقی نمیفته، اما او سکته میکنه. پس نگاه فرق میکنه. اگه انسان نگاهش نگاه دقیق باشه، نگاه صحیح باشه، اون چی که براش کفایت میکنه اون واقعی است. اما اگر نگاهش نگاه دقیق نباشه، نگاه دینی و نگاه حقیقی نباشه، هرگز چیزی کفایتش نمی‌کنه. همون اون به نگاه انسان بستگی داره. آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری یا بار سالاری بیفتن بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اگر انسان قناعت نداشته باشه، همه دنیا رو هم که داشته باشه باز گرسنه‌ایه، باز کفایتش نمی‌کنه. این به طبع انسان برمیگرده. انسان فطرتاً بی‌نهایت خواه است. چرا؟ چون در آخرت چنین فطرتی وجود داره. برای اینکه اون پیدا بشه، خداوند باید در نهاد انسان تعبیه کرده باشه. عرض کنم که بنابراین ما همه انسان ها بی نهایت خواهیم، در علم، در قدرت، در ثروت، در همه چیز بی نهایت می خواهیم. جنیست که بگیم حالا مثلا فرض کن که ما به اندازه کفایت زندگیمون داریم بستمونه. علت هم اینه که در آخرت چنینه ها. این از اون تمایلاتی است که به درد دنیا نمی خوره، از اون کشش هایی است که تو دنیا پاسخ نداره. چون بعضی از کشش های فطری ما در دنیا جوابی براش نیست، از جمله همین بی‌نهایت خواهی که ما در فطرتمون هست، در دنیا پاسخ داده بهش نمیشه. خب ما بعضیمون تو دنیا دنبالشیم، فکر میکنیم مثلا اگر فرض کن مثلا من رقم هام خیلی وارد نیستم توش، اگر مثلا 1 میلیارد داشتیم دیگه کارمون درسته. خب حق و ناحق و شب و روز جون کندن و این ور بوده و اون ور بوده و به همه جا متشبث شدن تا میرسیم به این ثروت. وقتی میرسیم میبینیم عجب تشنه تر شدم، مثل آب شور دریا که انسان میخوره تشنه تر میشه. این ثروت میبینم تشنه ترم کرد، میگم خب من اشتباه میکردم، من 5 میلیارد میخواستم نه 1 میلیارد. تلاش میکنه، باز به هر
چیزی متشبث میشه به 5 میلیارد میرسه، میره باز تشنه تر شد. توجه نداره که مطلوب او این نیست. مطلوب او خداست که بی نهایته. مطلوب او بهشته که عرض کنم که هر چه بخواد هست. لهم فیها ما یشتهون، لهم فیها ما یشاؤون. اینو نمیفهمه ولی ذات تو دنیا دنبالش. پس اینا دیگه برمیگرده به این که انسان تا چقدر اون حد کفایت رو معنا کرده باشه و حد کفایت براش چی باشه. گفتن که در مورد اتمام نعمت که حضرت فرمودن من که تمام اتمام نعمت بر شما از همه شما به نعمت خدا محتاج دارم، من نگفتم که حضرت فرمودن، من عرض کردم، این مطلب حرف من بود. در همین خطبه، البته نه در نهج البلاغه، در جای دیگه داره که حضرت فرمود که من اتمام نعمت بر خدا هستم. بنده گفتم که با اینکه او تمام نعمت و اتمام نعمت خدا بر ماست، ولی خودش دنبال نعمته. این معناش اینه که هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کس بزرگتر فقرش نسبت به خدا بیشتر. او که تمام نعمت خدا بر ماست، بیشترین نیاز رو به خدا او داره. این حرف بنده بود نه حرف مولا. بس احقاق حقم نبود، نه بس احقاق حق اونجا، بله اونجا که برای من اتمام نعمت خدا بر شما هستم بس احقاق حق بود، ولی اینکه من مطرح کردم خیر. خیلی خوب عرض کنم که انه لا یذل من هداه، شأن اینه که خداوند متعال کسی رو که هدایت کرده هرگز گمراه نمی کنه. بنابراین هدایت در هدایت الهی است. اگر کسی رو خدا هدایت کرد، این دیگه گمراه شدنی نیست. پس اگر دنبال هدایتیم، بریم سراغ خداوند متعال و از خدا هدایت بخوایم. ولا یعل من آداه، و نجات نمییابد کسی که خدا با او دشمنی کند. و علا یعل به معنای نجا ینجی هست، نجات نمییابد من آداهو، کسی که خدا با او دشمنی ورزد. اگر خدا دشمن کسی شد، این دیگه اهل نجات نیست. اگر همه عالم بخوان با او باشن، همه عالم رو داشته باشه ولی خدا دشمنش باشه، این باز اهل نجات نیست. و این جمله عجیبی است، ولا یعل من آداهو، نجات نخواهد یافت کسی که خدا دشمنش باشه. بنابراین باید به خدا پناه ببریم از اینکه کاری کنیم که خدا بشه خصم ما. و خدا هم دشمن میشه ها، مثلا شیطان دشمن خداست، خدا هم دشمن شیطان. ولا یفتقر من کفاه، و نیازمند نخواهد شد کسی که خدا او را کفایت کرده باشه. اگر خدا انسان رو کفایت کنه، دیگه انسان هرگز دچار فقر و فاقه نخواهد شد. نیازمند نخواهد شد کسی که خدا او رو کفایت کند. اینات میفرمایید که اینا در واقع به لحاظ تربیتی معناش اینه که اگر میخواید که به مقصد برسید، باید بدانید که تنها مقصد اوست. دنیا میخواید به خدا توجه کنید، آخرت میخواید به خدا توجه کنید، عزت میخواید به او توجه کنید، ثروت میخواید به او توجه کنید، میخواید بی‌نیاز نشید، به خدا برگردید، میخواید گمراه نشید، او باید هدایت بکنه. این در واقع جهت دادن متربی است به اون جهت اصلی، توجه دادن به اون هدف غایی که ما راه رو گم نکنیم. در کوران زندگی و این عرض کنم که درخت ها باعث نشده که ما جنگل رو نبینیم. اون هدف اصلی رو فراموش نکنیم. هر چی میخواید در توجه به خداست. اگر خدا کسی بی نیاز کرد، دیگه او دچار فقر نخواهد شد. فَإِنَّهُ ارجح ما وزن و افضل ما خزن،
این انه ضمیرش میتونه به اون غنا برگرده، غنایی که از مفهوم لا یفتقر به دست میاد. لا یفتقر میشه غنا دیگه، پس ضمیر انه میتونه به غنا برگرده. نه ارجح و ماوزن یعنی چه؟ این ارجح رو به کجا برگردونیم؟ ارجح و ماوزن برترین چیزی است که در میزان میشه سنجید. نه، اون غنا، اون غنا بالاترین و برترین چیزی است که در میزان میشه سنجید و برترین چیزی است که انسان میتونه ذخیره بکنه. یعنی معنای این بشه که غنای الهی، اون بی‌نیازی که از خدا به دست ما میاد، برترین چیزهایی است در میزان و افضلین ذخیره هایی است که انسان میتونه ذخیره بکنه. حالا که مفهوم روشن شد، من لغات رو یه بار دیگه اشاره بکنم. ما ضمیر انه رو برگردوندیم به اون غنایی که از لا یفتقر به دست میاد. بعد ارجح یعنی برتر، چیزی که رجحان بیشتری داره. ما وزن یعنی اون چی که سنجیده میشه، اون چی که وزن میشه. ما خزن یعنی اون چی که ذخیره میشه، اون چی که خزانه میشه. لغات رو پس معناش ملاحظه فرمودید، وقت معنای کلی هم این شد که اگر انسان به غنایی که از طرف خدا به دست اومده برسه، این در سنجش بالاترین وزنو داره، این غنا بیشترین وزنو داره و این در ذخیره کردن بهترین ذخیره هایی است که انسان میتونه برای خودش ذخیره بکنه. چی؟ اون غنایی که از خدای متعال گرفته. به نظرم این معنا معنای خوبی باشه. حالا نمیدونم آقایون چی معنا کردن، من دیگه اونا رو نگاه نکردم که چیکار کردن. نه آقایون نگفتن که این چیز، گفتن ستایش خداوند گران سنگ ترین چیزیست و برترین گنجیست. اینا برگردوندن به ستایش خداوند که به نظر خیلی دوره، از ستایش خیلی فاصله گرفتیم. این جمله هایی که وسط اومد دیگه ضمیر رو از اون جدا کرد. حالا اون معنا هم دوستان عنایت بفرمایید، منم یه دقتی میکنم، باز ببینم که اگر معنای دیگه به ذهنم رسید فردا ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد. فعلا معنایی که به ذهن من رسید همین بود که خدمتتون عرض کردم. اگر ما دیگه خیلی نمیخوایم صحبت کنیم، باشید دو دقیقه آره. خب ما این ضمیر انه رو برگردوندیم به غنا که از لایفتقر نتیجه گرفته بودیم، اما آقایون برگردونن به هم که همون اول خطبه بود، احمدوهو، که به نظرم خیلی فاصله داره. من یه تأمل میکنم، اگر دیدم حق با آقایون هست بعدا عرض خواهم کرد که معنای درست کدومه، ولی به نظر خودم فعلا همینه که این ضمیر برگرده به همون لایفتقر که معنای غنا رو میده. بعد میفرماید که و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، که این باز یک سرفصل دیگری است که در واقع از اینجا به بعد عرض کنم که بیان اون مبنای اصلی تربیت اسلامی شروع میشه، که اگر ما به لا اله الا الله رسیدیم، در واقع مبنای صحیح تربیتی رو به دست آوردیم. تکرار میکنم، اگر ما به حقیقت لا اله الا الله رسیدیم، در واقع به حقیقت مبنای تربیتی بار یافتیم و مبنای اصلی تربیت اسلامی رو به دست آوردیم. این بحث انشاءالله بمونه برای فردا. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین روزافزون بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ما ها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.